با مشروط اعلام شدن ادامه کمک ها به برقراری آتش بس پیشرفت در مذاکرات صلح و حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در افغانستان، ریاست جمهوری این کشور میگوید که علی رغم اجماع جهانی در خصوص صلح، طالبان آماده صلح نیستند. حکومت افغانستان میگوید که در چند روز اخیر طالبان خواستهای تازه را مطرح کرده اند که از حدود و صلاحیت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان فراتر بوده و در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. قرار نیست که به خواسته هایی که از طرف گروه طالبان مطرح میشه، حتی مبنی بر حذف نام نظام ما که هیچ قابل قبول بر مردم افغانستان و جامعه جهانی نیست، هیئت ما تمکین کنه. در نشست ژنو درباره افغانستان، با آنکه 13 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک برای 4 سال آینده به این کشور تعهد شده است، اما جامعه جهانی شرط گذاشته که ادامه کمک ها به تامین آتش بس و پیشرفت در مذاکرات صلح وابسته است. برخی از آگاهان میگویند که اکنون نوبت گروه طالبان است که با درک شروط جامعه جهانی در رویکردشان در قبال صلح و جنگ تغییر بیاورند. وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که کمک ها ما مستفید نخواهیم شد، چون دنیا هم خسته شده. دنیا سخاوتمندانه اعلام حمایت کرد، وعده ها را داد، ولی خب شروط خودم گذاشته. اما رقمی که در سال 2001 سر طالبان فشار آورد، عین فشار باید در همین وقت زمان از راه سیاسی سر از نو فشار بیارن که تا یعنی می گفتگوها به ناکامی نانجامند. متضرر اصلی مردم افغانستان هستند. حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در زمینه حقوق زنان و کودکان، مبارزه با فساد و تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان از دیگر شروط جهان برای ادامه کمک ها هستند. وزارت مالیه میگوید که ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که در سال 2021 میلادی 600 میلیون دلار به افغانستان کمک کند، اما 300 میلیون دلار آن به پیشرفت در مذاکرات صلح با گروه طالبان مشروط است. تاریخ از این کنفرانس از قبل تعیین شده بود بدون در نظر داشت تقویم انتخاباتی آمریکا. در حقیقت ما باید دو ماه بعد منتظر باشیم که بفهمیم که حکومت آمریکا چه رقم کمک ها را به افغانستان ادامه میده و آیا مثلا در یک کنفرانس آینده آمریکا مذاکرات فعلی را با طالبان مهم دانسته، طالبان هم دعوت میکنه در یک کنفرانس یا نه. و امکان از اینکه بتونه کمک ها تقلیل پیدا کنه هنوز هم است. امیدوار هستم که ما از تمامی مرزهای دیگه عبور بکنیم و کابینه بسیار متخصص بر افغانستان معرفی بکنیم تا این کمک ها به صورت مؤثر و پاک بر افغانستان استفاده شود. در نخستین روز نشست ژنو درباره افغانستان، طالبان نیز از این نشست استقبال کردند و از آمادگی هایشان برای مصرف مؤثر و شفاف کمک ها گفتند. حال برخی از تحلیلگران بدین باورند که ممکن طالبان شروط جامعه جهانی را برای ادامه کمک ها به افغانستان نپذیرند و به گفته آنان در چنین وضعیت نیاز است که حکومت افغانستان با جامعه جهانی به گونه دوامدار در تماس و تعامل باشد تا رضایت آنان را برای ادامه کمک ها جلب کند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.